ایران ای خرم بهشت من، روشن از تو سرنوشت من. گر آتش بارد به پیکرم، جز مهرت در دل نپرورم. از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم، مهر اگر برون رود گلی شود دلم. تاریخچه مبارزات ملت‌ها در دل خودش نغمه‌هایی ماندگار به همراه داره. کلماتی که بیانگر احساسات مردمی تشنه به آزادیه. سرود ای ایران از جمله این سرودهاست. در زمانی که ایران تحت اشغال کشورهای روسیه و انگلیس بود، شاید فضا برای تظاهرات مردمی آماده نبود. اما به گفته برخی، این سرود ضربه‌ای بود به دستگاه اشغالگران. سرودی که با ایجاد حس غرور و افتخار نسبت به وطن در دل مردم جای باز کرد و حالا به عنوان سرود ملی ایرانیان آزادی خواه شناخته میشه. در شهریور 1323 که نیروهای انگلیسی و دیگر متفقین تهران را اشغال کرده بودند، در سطح شهر مردم شاهد رفتار خشن از طرف نیروهای اشغالگر بودند. شاعر و آهنگساز این سرود زیبا تحت تأثیر همین اوضاع بود که روی به ساختنش آوردند. شعرش از زبان حسین گلگلاب است و ویژگی برجسته آن این است که همه واژگانش به زبان فارسی است. روح الله خالقی، آهنگساز نامدار، با فضای حماسی آن را تنظیم کرده و ابتدا به صورت کر خوانده شد. سپس نخستین اجرای آن در مهر ماه 1323 با صدای غلام حسین بنان در تالاری واقع در خیابان استانبول دو شب متوالی برگزار شد. سرود آن چنان در روح و دل هزار نفوذ کرد که خواستار تکرار آن شدند و ای ایران آن شب سه بار اجرا شد. روایات مختلفی در رابطه با شکل گیری سرود ای ایران وجود داره. از حسین گل گلاب اما اینطور نقل شده: از خیابان هدایت رد می شدم. یک سرباز آمریکایی یک بقال ایرانی را کتک می زد. به یک افسر نظامی هم که به قصد مداخله وارد ماجرا شد سیلی محکم می زد. خیلی ناراحت شدم. به انجمن موسیقی خالقی رفتم و بی اختیار چیزی زمزمه کردم. ظرف یک هفته تصنیف ای ایران با یک ارکستر بزرگ ساخته شد. مرز پرگوهر، ای خاکن سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی تو جاودان. مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست؟
سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید. هر دو حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید، سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان او را شگفت زده کرد. مرد تلاش میکرد تا خود را رها کند، اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگه داشت. سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود. سقراط از او پرسید در آن وضعیت تنها چیزی که میخواستی چه بود؟ پسر جواب داد هوا. سقراط گفت این راز موفقیت است. اگر همانطور که هوا را میخواستی در جستجوی موفقیت هم باشی، به دستش خواهی آورد. رمز دیگری وجود ندارد. تاریخ گواه وجود افرادیه که با پشتکار و تلاش بیوقفه در مسیر احقاق حقوق زنان کوشیدن و جنبش زنان مرهون مبارزات اونها برای آزادیه. کلارا زتکین از جمله این زنان شجاعه. زنی با شخصیتی قوی که به یکی از چهره‌های به یاد ماندنی جنبش زنان و مبارزه علیه جنگ و فاشیسم تبدیل شد. کسی که برای اولین بار خواهان حق رأی برای زنان شد و روز 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زن پیشنهاد داد. کلارا ژوزفین ایسنر در روستایی در آلمان به دنیا آمد. پدرش آموزگار و مادرش از روشنفکران مدافع حقوق زنان و کارگران بود. او در شرایط سخت اجتماعی اقتصادی رشد کرد و از کودکی با درد و رنج طبقه کارگر آشنا شد. 21 سال بود که به عضویت حزب سوسیال دموکرات آلمان درآمد و به این ترتیب با اوسیپ زتکین انقلابی روس آشنا شد. در سال 1883 کلارا به پاریس نقل مکان کرد و به همراه اوسیپ به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد. او در پاریس به عنوان روزنامه‌نگار در نشریات کارگری فرانسوی آلمانی مشغول به کار شد. زتکین به مدت 20 سال مجله برابری را اداره کرد و مقالات انقلابی انتقادی می نوشت. او نخستین زنی بود که به رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان رسید. وی تا پایان عمر در سازمان‌های بین‌المللی و سوسیالیستی فعالیت گسترده داشت. زندگی مملو از مبارزات کلارا زتکین در 20 ماه ژوئن سال 1933 در شهر مسکو به پایان رسید. زتکین در آگوست 1932 در حالی که سخت بیمار بود و بیناییش رو از دست داده و از طرف حزب نازی به مرگ تهدید شده بود، اجلاس پارلمان آلمان رو افتتاح و سخنرانی تاریخیش علیه فاشیسم رو ایراد کرد و بعد از این موضوع روزنامه تایمز اون رو به عنوان جسورترین فعال مخالف جنگ معرفی کرد. زنان کارگری که برای برابری اجتماعی می‌رزمند، رهایی خود را از جنبش‌های زنان بورژوا که ظاهراً برای حقوق زن تلاش می‌ورزند، طلب نمی‌کنند. این خانه از ماسه ساخته شده و پایه‌های واقعی ندارد. کارگران زن بر این باورند که مسئله رهایی زنان برای خود یک مسئله جداگانه نیست، بلکه بخشی از مسائل بزرگ اجتماعی کنونی است و برایشان کاملا روشن است که در موقعیت امروزی جامعه این مسئله هرگز قابل حل نخواهد بود مگر اینکه تغییری بنیانی در جامعه انجام شود. تبلیغات زنان باید به تمام آن مسائلی بپردازد که برای جنبش عمومی کارگری از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع وظیفه اصلی انگیختن آگاهی طبقاتی زنان و متحد کردن آنها در مبارزه طبقاتی است. وقتی ما خواستار حق رأی برای زنان هستیم،
فقط می توانیم این کار را روی زمین، یعنی در دنیای واقعیت انجام دهیم. نه اینکه این حقی باشد که به مالکیت میزان مشخصی از دارایی ضمیمه باشد، بلکه باید در ذات خود زن باشد. وقتی مردها سکوت می کنند، وظیفه ماست که صدای خود را به نفع آرمان‌هایمان بلند کنیم. وقتی مردها می کشند، به ما زنها بستگی دارد که برای حفظ جان بجنگیم. آنچه کار زنان را به ویژه برای سرمایه‌داران جذاب می کرد، نه تنها قیمت پایین‌تر آنها، بلکه تسلیم شدن بیشتر زنان بود. همه زنها در هر موضعی که قرار داشته باشند، باید خواستار برابری سیاسی باشند. به عنوان یک اهرم برای زندگی آزادانه تر، یک زندگی حساب شده که نعمات سرشاری برای جامعه خواهد داشت. کلارا در اعتراض به افرادی که معتقد بودند ورود زنان به بازار کار منجر به کاهش درآمد شده و در نتیجه زنان باید در خونه بمونن، سخنرانی به یاد ماندنی ایراد کرد که با استقبال همگانی مواجه شد. اون در قسمتی از سخنرانیش میگه: آنان که آزادی انسانیت را بر پرچم خود حک کرده اند، نمی بایست نیمی از بشریت را به بردگی اجتماعی و سیاسی محکوم نمایند.